مثلا کارفرمایی که دهه 60 استخدام کردن، دهه 50 استخدام کردن، دهه 70 استخدام کردن، الان دارن 80 استخدام میکنن. با تمام احترام به همه دهه ها، ولی 80 ها خیلی کمتر تلاش میکنن. شما یه دهه 60 استخدام میکردی؟ من اولی که تو آراد اومدم یه بار شوخی کردم دیگه، گفتم هر کی استخدام کردم از خودم بزرگتر بود. همه دهه 60 ها رو استخدام کردن، قشنگ میومدن، تلاش میکردن، زحمت میکشیدن، واسه کارشون برنامه داشتن، یه چیز اگه بلد نبودن میرفتن یاد میگرفتن، وقت میذاشتن خارج از ساعت اداری. ولی متاسفانه الان کسی که تو شبکه اجتماعی بزرگ شه خارج از ساعت اداری، میگه که مگه آدم خلق شده فقط برای که کار کنه؟ آدم باید دنبال رویاهاش بره. یه بار توی جلسه هم ثابت کردم یه جمله ای از یه عزیزی هست، عزیز نیست آقا، برای من اشتباه گفتم، از یه آقایی هستش، میگه برای طرفدارش، آره برای طرفداراش عزیزه، میگه که اگر میخوای یه سال لذت ببری برو شام بیرون، اگه میخوای یک هفته لذت ببری برو سفر، اگه میخوای یه سال لذت ببری ازدواج کن، اگه میخوای یک عمر لذت ببری کاری رو بکن که دوست داری. این جمله دروغه، این جمله دروغه، اون گوینده داره دروغ میگه. ثابت میکنم، اون تو اون جلسه بچه تیم مذاکره هم ثابت کردم، اگه حوصله داشتم یه روز اینجا ثابت میکنم، چون میخوام حتما امروز بحث رو تموم کنم. این جمله رو اون فرد داره دروغ میگه، من شاید اینو قبول داشته باشم و پاش وایستاده باشم، ولی اون آدم داره دروغ میگه. بعدنم میگم هدفش از این دروغ چیه. درست شد؟ ولی این مثلا جوون 22 ساله ما که تو اوج هیجانه اینو میخونه، خب باشه 10 تا 6 اومده توی یه شرکتی کار کرده، به نظر اون کارو دوست داره؟ نه، از رو نیاز داره کار میکنه، اونجا نمیتونه به خاطر نیازش بیاد بیرون، ولی شیش به بعد که میتونه پای اون لایک هایی که کرده وایسته دیگه، پای اون لایک ها وایسته. واقعا الان دهه 60 ها رو استخدام میکنی میبینی تلاش میکنم، من حتی فردی رو استخدام میکنم الان، ولی مال دهه مثلا 60 و 50 است، اشاره به کسی هم نمیکنم پشت نشسته، ولی این دفعه خودش استاد وحید رو نگفتم، حسینی مذاکره رو گفتم. ولی تلاش میکنه. من هر چی جلسه بذارم 10 صبح تهران، بذارم 9 صبح تهران، بگم 6 بعد را بیافتیم، 7 را بیافتیم، حتما اومده. یه بارم تا حالا تأخیر نکرده. خیلی خوب داره کار میکنه، داره زحمت میکشه.